سلام سلام خدمت همه دوستان عزیز همراهان همیشگی چنل یوتیوب مصر دیجی ارز من مصر هستم با یه ویدیو دیگه در خدمت شما خوبان هستم به لطف شما و به کمک شما چنل 6000 تایی شد و خانوادهمون 6000 تایی شد روز به روز داریم بزرگتر میشیم خدا رو شکر و امیدوارم که با کمک شما باز دوباره خیلی سریع ده کار رو رد بکنیم تا اون قرعه کشی که بهتون قولش رو داده بودم رو بتونیم خیلی سریع انجام بدیم و اون 5 نفر برنده خوشبخت مشخص بشن جوایز به زودی خدمتتون میشه ولی نحوه شرکت توی مسابقه دهکایی اینه که از همین الان تمامی پست هامون رو لایک بکنی کامنت بذاری و اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنی امروز میخوایم راجب به متاورس صحبت بکنیم و پنج تا از توکن های متاورس که قراره توی سال 2022 یه جورایی به ترکونن و رکورد بزنن رو بهتون معرفی بکنیم و اگر که شما نیاز به سرمایه گذاری توی متاورس داشتین یه حالت سبدی رو براتون درست کردیم که میخوایم بهتون معرفی بکنیم تا شما هم این سبد رو به مقداری که نیاز دارید داشته باشید تا انشاءالله خیلی زود به سود برسید پس حتما حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید دنیای متاورس به شدت و با سرعت زیاد در حال رشد و ما چه بخوایم چه نخواهیم در آینده ای نه چندان دور اینترنت تبدیل میشه به متاورس و دیگه تمامی کارهامون رو ما توی دنیای مجازی و با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده انجام میدیم و واقعا دنیای عجیب و واقعا جالبی هم هست بحث مریضی کرونا هم خیلی به این موضوع کمک کرد و باعث شد که دنیای متاورس سریعتر شکل بگیره و یک سرعت بسیار زیادی رو بهش داد چون زمانی که کرونا اومد و در حال حاضر هم موج جدید کرونا اومده مردم اکثرا خونه نشین میشن قرنطینه ها شروع میشه و امکان خارج شدن از منازل وجود نداره ولی دنیای متاورس دیگه نیازی به حضور شخص شما نیست شما میشینی روی کاناپه عینک وی رو میزنی به چشمت و میری توی, توی بازار میری سر کلاست میری توی باشگاه و همه کاری که توی دنیای حقیقی میتونی انجام بدی توی دنیای متاورس انجام میدی و حتی به زودی شما تمامی خریدهاتون رو هم میتونی توی دنیای متاورس انجام بدید و تنها کاری که نیاز ان... بکنید و به صورت حضوری انجام بدید اینه که در به منزل رو واز بکنید و خرید هاتون رو از پیک تحویل بگیرید پس من نظر شخصیم اینه که از متاورس جا نمونید و همین حالا اگر که به دنیای رمز ارزها و ارزهای دیجیتال علاقه دارید سعی کنید بخشی از دارایی هاتون هم به متاورس اختصاص بدید اولین و مهمترین توکن متاورسی که میخوام بهتون معرفی بکنم توکن مانا یا همون دیسنترالند بود که مربوط میشه به یک بازی که شما داخلش میتونید زمین بخرید یک زندگی مجازی داخلش داشته باشید و این توکن خیلی خیلی معروف شده و جزو اولین بازی های متاورس هست و در حال حاضر هم رنگش 27 دنیا دنیاست و زمانی که حدودا دو ماه پیش قیمت این توکن توی رنج 70 سنت بود یک پامپ خیلی قوی داشت و توی دو روز یا سه روز تا چهار دلار هم تونست برسه ولی در حال حاضر بازار کاملا قرمز هست و بهترین فرصت برای خرید و تکمیل موجودی و اگر دوستانی هم که قبلا خرید کردن هیچ کاری نباید انجام بدن و صبر بکنن تا ماه میلادی این ماه میلادی تموم بشه و وارد سال جدید بشیم تا اتفاقات مثبت رو بتونیم ببینیم شاید هیچ کس فکرش رو نمیکرد اگر پارسال همین موقع هزار دلار توی بازی مانا یا روی خود ارز مانا سرمایه گذاری میکرد همین الان همین امروز توی کمترین حالت و توی بدترین حالت ممکن هزار دلارش تبدیل به 100 هزار دلار شده بود در حالی که ما اخباری هم براتون گذاشتم داخل چنل که یک سری از زمین ها توی بازی دیسنترالند با مبالغ دو میلیون و سه میلیون دلار در حال معامله شدن هستند ولی در حال حاضر ارزون ترین زمینی که توی بازی دیسنترالند وجود داره شما میتونید با 15 تا 20 هزار دلار این زمین ها رو خریداری بکنید که باز هم جای رشد بسیار داره و تازه اول کارش هست در حال حاضر قیمت این توکن 3 دلار و نسبت به دیروز 7 درصد افت قیمت داشته و چارت روزانش هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که کاملا قرمز و نزولی هست و فرصت خرید وجود داره هفت روز گذشتهش هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که باز طی این هفت روز هم از 4 دلار تا 3 دلار هم حتی رسیده و تا نزدیکی های 3 دلار هم رسیده توی یک ماه گذشته منتها بازار کاملا سبز بوده رکورد نزدیک به 6 دلار هم زده توی این نقطه و مجددا برگشته توی خونه 4 تا 5 دلار ولی در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن آخر سال میلادی تمامی بازار ارز دیجیتال قرمز هست و فرصت مناسب برای خریده این اولین توکنی بود که میخواستم بهتون معرفی بکنم توکن دوم هم توکن سند هست که این توکن هم از معروفترین و معتبرترین توکن های دنیای متاورس هست سند هم یک بازی متاورس هست که تقریبا مثل بازی دیسنترالند هست منتها با شکل و شمایل متفاوت و با یک داستان متفاوت تر و شما داخل بازی سند هم میتونید زمین بخرید خرید و فروش انجام بدید و کارهای دیگر رو انجام بدید توکن سند هم در حال حاضر رتبه رتبه 38 م هست در بین ارزهای دیجیتال و در حال حاضر قیمتش 4 دلار و 75 سنت هست و نسبت به دیروز 8 درصد افت قیمت داشته تمامی این توکن هایی که معرفی میشه رو شما میتونید از صرافی های ایرانی خرید بکنید من لینکش رو لینک این صرافی ایرانی رو داخل کامنت اول براتون پین کردم یا میتونید همین ها رو داخل صرافی ال بانک هم که یک صرافی بین المللی هست خرید بکنید که لینک اون هم داخل کامنت اول براتون پین شده و اکثر این توکن ها هم بر بستر ات اتریوم هستن و اگه قصد خرید توی کیف پول ها رو دارید باید از طریق اتریوم اقدام بکنید نمودار 24 ساعت گذشتهش رو با هم دیگه نگاه میکنیم که قیمت از 5 دلار و 18 سنت تا نزدیکی 4.5 دلار اومده و در حال حاضر قیمت روی 4 دلار و 74 سنت قرار داره توی هفته گذشتهش رو اگه بخوایم نگاه بکنیم مجدد بازار این توکن هم نزولی بوده ولی آنچنان تغییراتی نداشته و هفت روز پیش ما شاهد قیمت توی بازار تو رنج 5 دلار و 69 سنت بودیم و از 5 دلار و 69 سنت تا چهار و نیم دلار زیاد تفاوت نبوده تقریبا میشه گفت یک دلار افت قیمت داشته ولی توی یک ماه گذشته اگه بخوایم نگاه بکنیم این توکن هم مثل توکن دیسنترالند کاملا سعودی بوده و تا قله هشت و نیم دلار هم رفته و زمانی که یک توکن میره و یه قله ای رو ثبت میکنه و شدو میزنه به قول معروف روی اون نقطه احتمال اینکه مجددا به اون قیمت برگرده بسیار زیاده ولی اینکه کی و چه زمانی مشخص نیست ولی همین که تا 8.5 دلار رفته یعنی که مجددا میتونه تا اون حوزه بره بالا و تقریبا میشه گفت دو برابر میتونه بشه البته که آینده بسیار روشنی داره و آینده خیلی خوبی رو براش پیش بینی کردن کارشناسا بریم سراغ توکن سوم توکن سوممون مربوط میشه به بازی اکس اینفینیتی که من به زودی براش یک ویدیو مجزا میذارم که این بازی هم توی این یک سال اخیر خیلی تونست علاقه زیادی رو جذب کنه و در حال حاضر میبینید که قیمت توکنش هم چقدر بالاست و 94 دلار و 50 سن در حال حاضر قیمت هر یک توکن هست بازی عکس اینفینیتی به این صورت هست که شما میرید داخلش و یک بازی تقریبا میشه گفت سبک خیالی و جنگی هست و شما یک سری کارکترهای خیالی رو انتخاب میکنید کاراکترهایی که تو دنیای واقعی وجود نداره و با اون کاراکترها میرید به مساف جنگ کردن مقابل کاربران دیگه یا برای ربات داخل خود این سایت و یک سری از مراحل رو تکمیل میکنید و میتونید اکسی جمع بکنید و به فروش برسونید ولی خب بازیش نیاز به زمان زیاد داره و حالا به زودی آموزشش رو به صورت جداگونه براتون قرار میدم اما این توکن هم به شدت قابلیت رشد داره و میتونید روش سرمایه گذاری بکنید این توکن هم توی 24 ساعت گذشته از 100 دلار افت قیمت داشته تا 92 دلار هم رسیده و در حال حاضر روی 94 دلار قرار داره توی هفت روز گذشته این توکن این توکن هم مثل باقی توکن ها تو هفت روز گذشته افت قیمت داشته ولی افت قیمت این توکن بسیار بیشتر بوده ما اینجا داریم مشاهده می کنیم که تا نزدیکی های 120 دلار هم رفته ولی در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که افتاده قیمت اومده پایین و بهترین فرصت و موقعیت برای خرید رو ایجاد کرده توی یک ماه گذشته رو اگر نگاه بکنیم برخلاف دو توکن قبلی این توکن توی یک ماه گذشته افت قیمت داشته البته افت قیمتش هم به خاطر رشد قیمتی بوده که داشته قیمت رو ما اینجا داریم مشاهده میکنیم که روی 145 دلار بوده و این افت قیمت از 145 دلار تا 94 دلار رسیده و میشه گفت یک افت قیمت و یک دامپ خیلی زیادی رو داشته و نزدیک به تقریبا میشه گفت 46.7 7 دلار یا 50 دلار رو انداخته و در حال حاضر به قیمت 94 دلار رسیده این توکن هم توی دنیای متاورس یکی از توکن های معروف و معتبر هست که توی سال 2022 خیلی بیشتر از این میتونه رشد بکنه و میتونه سود زیادی رو به هولدرها بده بریم سراغ توکن چهارم توکن چهارمی اون توکن انجین کوین هست که قبلا راجع بهش پست گذاشته بودیم توی چنل و در حال حاضر قیمتش دو دلار و, و دو سنت هست و رتبهش هم 64 این توکن هست این توکن هم آینده بسیار درخشانی داره چون اصل کار این توکن بر مبنای بازی ها هست و همکاری بسیار گسترده با شرکت های معتبر بازیسازی داره و خود همین میتونه یک امید بسیار خوبی داشته باشه برای رشد قیمتی این توکن نسبت به دیروز 8 درصد افت قیمت رو ما اینجا شاهد بودیم و نمودار روزانه رو هم نمودار روزانش رو هم اگر بخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم میبینیم که قرمزه حالا من راجع به این که چرا همه ارزها در حال حاضر قرمز هستند و رو به پایین هستند و نزولی هستند آخر همین ویدیو بهتون توضیح و دلایلش رو میدم و فعلا به همین توکن میپردازیم قیمت از دو دلار و نیم تا نزدیکی های دو دلار و 25 و سنت اومده و در حال حاضر روی دو دلار 32 سنت هست توی هفت روز گذشته هم قیمت مجددا نزولی بوده از دو دلار و 90 سنت ما اینجا قیمت رو داشتیم که تا دو دلار سی و دو سنت رسیده و توی یک ماه گذشته داریم اینجا مشاهده می کنیم که تا مرز چهار دلار و هفتاد سنت هم رفته و تونسته یک قله خوبی رو اینجا به ثبت برسونه ولی اومده پایین و قیمتش در حال حاضر توی این رنج اومده و فرصت مناسب رو برای خرید مهیا کرده بریم سراغ توکن آخریمون که ارزون ترین توکن هست برای افرادی که علاقه من به این حوزه هستند و دلایل افت قیمت رو هم توضیح بدیم آخرین توکن اون توکن یوفو هست که برای این توکن هم من یک ویدیو جدا و مجزا ساختم و در حال حاضر قیمت این توکن روی 4.021 تا قرار داره و رتبه این توکن هم 231 کمین توکن هست و جزء ارزون ترین توکن های متاورس هست این توکن خب قبلا که معرفی شد فکر کنم یک مقدار قیمتش فکر کنم یه ذره بالاتر بود و یه کوچولو اومده پایین در حال حاضر فرصت خوب برای خرید هست با توجه به مدیریت سرمایه خودتون نسبت به دیروز 6 درصد افت قیمت داشته و یه سر به نمودار اگر بزنیم اینجا ما مشاهده میکنیم که از 4023 تا چهار اینجا تقریبا تا نواحی چهار 20 هم رسیده و در حال حاضر اومده روی 4 بیستو 21 توی هفت روز گذشته رو اگه بخوایم مرور بکنیم میبینیم که از 4 0 اینجا قیمت روی 4 0 بوده و یک اصلاح و یک نزولی رو داشته و قیمت اومده پایین و توی یک ماه گذشته رو هم اگر بخوایم بررسی بکنیم خب میبینیم که وضعیت متفاوت بوده من فکر می‌کنم توی نواحی 35 یا 40 توکن رو معرفی کردم و بعد از اون شاهد رشد بودیم تا 55 رفت 455 رو تاچ کرد ولی مجدد برگشت و در حال حاضر هم توی پایین ترین قیمت خودش قرار داره که 4021 هست این پنج توکنی هستش که به عنوان سبد خرید متاورس شما میتونید داشته باشید و حالا از هر توکنی که میخواید یک مقداری رو با توجه به مدیریت مالی و مدیریت ریسک خودتون خریداری بکنید و هولدر بمونید برای یک هفته دو هفته یک ماه ما این سبد رو معرفی نکردیم این سبد برای سال 2022 هست امکان در اوایل سال باشه امکان در اواسط و امکان در اواخر سال بتونه سود بسیار زیادی رو بهتون بده پس بهتون پیشنهاد میکنم اگر سرمایه بیکار دارید میتونید روی این سبد سرمایه گذاری بکنید حالا بریم سراغ دلیل افت قیمتی اکثر توکن ها بذارید اول بریم توی صفحه اصلی کوین مارکت کپ که ببینیم تمام توکن ها تقریبا قرمز هستن با افت قیمتی زیاد بیت کوین که پادشاه کوین ها هست در حال حاضر 47000 تا است اتریوم هم 3800 تا و همینجور که دارید مشاهده میکنید بازار کاملا قرمز فقط این وسط دوچ کوین یک مقدار سرز هست و رشد قیمت داشته که دلیل این رشد قیمتش هم توییتی بود که چند ساعت پیش آقا ایلان ماسک زد و تونست یه پامپی رو به دوچ کوین بده ولی خب قیمت هنوز روی 19 سنت و به کانال قبلی خودش که 20 سنت بود و بین 20 تا 30 سنت بود هم نتونسته برگرده و کاملا بازار قرمزی رو مشاهده هستیم توی این بازار قرمز بهترین فرصت برای خریده به قول یکی از دوستان عزیز که میگفت همیشه سعی کن توی بازار قرمز یه چیزایی رو بخری که بتونی توی بازار سبز بفروشی و سود بکنی و همیشه توی بازار سبز یه چیزایی رو بفروشی که پول داشته باشی که توی بازار قرمز خرید بکنی این جمله یکی از بزرگان بود که میخواستم بهتون بگم حالا دلایل این افت قیمت و ریزش ها چیه ببینید ماه آخر میلادی هستیم و در حال حاضر چهاردهم دسامبر هست و یه چیز حدود 15 16 روز دیگه سال 2021 تموم میشه و وارد سال 2022 میشیم معمولا ماه ماه آخر هر سال میلادی رو ما این نوسانات رو شاهد هستیم البته امسال خیلی بیشتر شده چون کرونا سویه جدید کرونا هم بهش اضافه شده از اون طرف تمامی بانک ها در حال حاضر در حال انجام یک سری محاسبات هستند و میخوان نرخ بهره سال جدید رو حساب بکنن نرخ نقدینگی رو میخوان حساب بکنن و یک سری گزارشات بانکی قرار توی بانک های معتبر جهان صادر بشه مثل کشور انگلیس آمریکا سوئیس و ژاپن، کره و کشورهای معتبری که بانک های خیلی قوی دارن قراره که یک سری گزارشات از سمت اونا منتشر بشه و نرخ بهره هم مشخص بشه خب طبیعتا توی این بازار و توی این ماه معمولا همه صبر میکنن تا گزارش ها مشخص بشه قیمت ها در بیاد و یه جورایی نرخ حالا اون تورم کوچیکی که کشورهای دیگه دارن مشخص بشه و بعد از اون تصمیم میگیرن افراد که حالا هر مقدار سرمایه ای که دارند رو چیکار بکنن باهاش ببرن توی خرید ملک یا چیزای دیگه یا بیارن توی بازار بازار ارزهای دیجیتال مهمترین دلیل افت قیمت این به خاطر همینه که ما توی ماه آخر میلادی هستیم و مردم فعلا منتظرن علاوه بر همه اینها سویه جدید کرونا اومیکرون هم اومده و به این بازار یک مقدار تشنج وارد کرده و بازار رو بیشتر ریزشی کرده و همه اینا دست به دست هم داده تا بازار رو قرمز بکنه یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم صرافی ها خودشون اومدن ربات هاشون رو استارت زدن و روی یک سری از ارزهای خیلی خوب و حالا میشه گفت روی بیشتر ارزها اومدن روبات رو گذاشتن و افرادی که دارن با قیمت های پایین میذارن و با قیمت های پایین برای فروش میذارن خود این سرافی ها و اون روبات هاشون دارن تمامی این توکن ها رو میخرن برای سرافی ها و میشه گفت توی کف دارن از افراد میخرن و من پیشنهادم به شما اینه که هیچ وقت این اشتباه رو نکنید توی این قیمت هیچ توشنی رو نفروشید و صبر بکنید تا وضعیت بازار مشخص بشه و بازار وضعیت خودش رو بشناسه تا به یه ثباتی برسه و انشالله که سال جدید میلادی یه سال بسیار متفاوتی برای دنیای ارزهای دیجیتال باشه و بتونه هممون رو وضعیتمون رو بهبود ببخشه این کل موضوعی بود که میخواستم بهتون بگم امیدوارم که از این پست لذت برده باشید امیدوارم که همیشه پرسود باشید اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردین لایک بکنید، کامنت بذارید و اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید تا جدیدترین خبرها و مطالب ما رو دنبال بکنید ممنونم از همتون تا یه روز دیگه و یک ویدیو دیگه یا حق